امیدوارم که سال بهتری در پیش داشته باشه. این گردهمایی که در استراسبورگ رخ میده به چند دلیل دلگرم کننده است. دلیل اولش این است که استراسبورگ شهری است که دوبار اشغال شده و دوبار آزاد شده و یه شعر معروفی است که دورناهای استراسبورگ هر تابستون میتونستن به آزادی سفر بکنن و امید ما این هست که این گردهمایی در اون شهر چطور بگم پیش درآمد آزادی ایران و بازگشت همه ما به ایران هم باشه. نزدیک به یک سال از جنبش آزادی خانه مردم ایران میگذره. این جنبش واقعا دنیا رو تکون داده و نشون داده که میتونه تصویر دیگه ای رو از ایران ترسیم بکنه، هم برای ایرانیان هم برای جهانیان. این جنبش در سطح میدانی دارای رهبران فوق‌العاده‌ای است، یعنی کسانی که در نزدیک به 900 شهر ایران تونستن اعتراضات متعددی رو شکل بدن، پیروزی های بسیاری به دست بیارن، جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنن در زمین های مختلف و غیره. در سطح میانه هم این جنبش دارای رهبرانی است که به هر حال در حالی که دارن یاد میگیرن مسائل سیاسی رو و فعالیت های اجتماعی رو، قابلیت خودشون رو نشون دادن هم در داخل و هم در خارج. آنچه الان این جنبش نیازمند هست بهش این هست که اون عمق افقی رو که پیدا کرده با یک رهبری عمودی تکمیل بکنه، یعنی هیچ جنبشی بدون یک رهبری مشخص موفق نخواهد شد. در حال حاضر برای ما که طرفداران مشروطه پادشاهی هستیم این رهبری وجود داره و این رهبری مجسم میشه در رضا شاه دوم که پرچمدار مشروطه پادشاهی ایران هست، وارث نهادی هستش که از آغاز در واقع ایران به عنوان یک، اول به عنوان یک امپراتوری بعد به عنوان یک دولت ملت دورش شکل گرفته. این واقعیت که این نهاد پادشاهی و پرچمدارش میتونه خلایی رو که وجود داره در این جنبش پر بکنه، مسئله ایست که مردم ایران هم فهمیدن. هر روز که میگذره پیامی که من از ایران میگیرم این است که عبارت ساده جاوید شاه که میدونین عبارتی است خیلی کوتاه ولی پرمغز و در واقع نماینده یک تجربه طولانی از ملت، داره خودش رو به عنوان نقطه وصل ایرانیان با هر نظری که داشته باشن، از هر فکری که داشته باشن، از هر دینی که داشته باشن، اینا رو داره هم جمع میکنه. و همین جهت لازم است که ما در تحکیم این رهبری کمک بکنیم. به این معنا نیست که البته کورکورانه پیروی بکنیم، ولی در نهایت امر اگر انتقادی هم داشته باشیم، اگر نگرانی هایی هم داشته باشیم، بدونیم که این پرچمدار جنبش آزادی ایران در حال حاضر اون چیزی که در توان داره انجام میده و ما نیروهای ذخیره این جنبش هستیم که نه تنها به طور روزمره برای پیروزیش فعالیت میکنیم، بلکه در هر لحظه ای که حضور خواهیم داشت. وقتی میگیم که جاوید شاه، این در واقع تایید یک تجربه طولانی ملی هستش و یک ادای احترامی است نه فقط به یک شخص، نه فقط به یک نهاد، بلکه به نسل‌های متعددی که ایرانو ساختن، میهن ایرانی ما رو ساختن در طول قرون متمادی و به خصوص در سالهای دوران پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه که واقعا میدونید من چون در سراسر ایران سفر کردم، در هر نقطه‌ای که رفتم دیدم که مردم ایران، مردم محل، که ایرانیانی که از جاهای دیگه اومده بودن به یک نقطه دیگه از کشورشون با جون و دل کار کرده بودن تا ایران نوعی رو بسازن. جاوید شاه ادای احترام به اونا هم است، ادای احترام به
جوانانی است که به عنوان سپاه دانش و سپاه بهداشت به دور افتادترین نقاط کشور ما رفت. ادای احترام هست به کسانی که مرزهای ما را حفظ کردند. ادای احترام هست به کسانی که کارخونه‌های ما را راه انداختند، کارگرانی که صنایع ما را پیش بردند، کشاورزایی که کشاورزی ایران از قرون وسطا بیرون آوردند به دوران جدید رسوندند، نویسندگان و شاعران و فیلمسازان و هنرمندان ما که ناگهان واقعا وقتی نگاه میکنین در دوران رضاشاه کبیر و محمد رضاشاه یک جهشی فورانی از خلاقیت در همه نقاط زندگی ایران دیده میشد. حالا بسیاری از شما جوان هستین، تجربه جز دوران مشروعه ندارین، ولی وقتی نگاه میکنین از بزرگتراتون، از پیرتراتون میپرسین، ببینین که چه دوران درخشانی بوده. من مطمئن هستم که اون انرژی که ایران رو ساخت هنوز زنده است. این چشمه جوشان ایران همیشه گاهی از دید ناپدید شده، مثل یه چشمه که میره زیر خاک، ولی بعد از یه جای دیگه ناگهان دوباره بلند میشه و همه